روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالمی ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. زردالو به بینایی چشم ها بیشتر مفید است. درخت زردالو در میان درختان دیگر همچون سیاه یعنی جهانگرد بی‌نظیر مشهور است. وطن واقعی زردالو شمال چین می باشد که حالا نیز در این منطقه انواع یابایی و خردرویی آن می رویند. اسکندر مقدونی پس از لشکرکشی هایش به هند زمانی که به یونان باز می گشت، درخت زردالو را همراه خود به یونان برد. بدین وسیله درخت زردالو از یونان به روم برده شد و پرورش آن در تمام حوزه بحر میانه رایج گردید. در عصر 18 درخت زردالو به آمریکای شمالی برده شد. آنجا در باد و هوای کالیفرنیا و ایالت‌های دریایی میسیسیپی مطابقت گردید. چنین گردشی طولانی زردالو با این هم به انجام نرسید. کیهانوردان آمریکایی هنگام یکی از پروازهای کیهانی خود به ماه این درخت را نیز با خود برده بودند. خاصیت‌ها و نشاندادها. زردالو دارای کلوریه کم است و با همین سبب غذای پرهیزی خوب به شمار می‌رود. با سبب داشتن نمک‌های مینرالی اشغالدار در ترکیب خود، زردالو برای انسان خیلی مفید است. این نوع میوه با داشتن مقدار خیلی کمی سدیم در ترکیب خود و در برابر این دارای پتاسیم بسیار بودنش نیز فرق می کند.
زردالو در ترکیب خود میکرو عنصرهای گوناگون چون مگنیزیم، فیتار، کبالت و بور دارد که اهمیت بزرگ فیزیولوژی دارند. این نوع میوه در ترکیب خود قند یعنی فروکتوز و گلوکوز فراوان دارد. زردالوی خشک یعنی کشته یکی از منبع‌های مهمی پروتئین تا 5% می باشد. آن همچنین برای انسان چون منبع یکی از مینرال‌های ضروری آهن به شمار می رود. اما مهمترین مواد ترکیبی زردالو هم در تازگی و هم در خشکی آن بیتاکراتینی یا پروویتامینی ای می باشد. خاصیت های دوابخش زردالو هم محض از حساب همین ویتامین است. مریضی چشم استفاده زردالو همچون غذای بینایی چشم ها را افزوده، درخشش و زیبایی آنها را بیشتر می کند که بیانگر سالمی بدن است. این فقط از حساب فایده پروویتامینی ا نیست، بلکه خدمت تمام ویتامین ها و مینرال های ترکیبی زردالو است. زردالو را طبیبان هنگام خشک شدن، پرده لعابی چشم، آماسی کهنه و خارش ملکی چشم، ضعیف شدن بینایی در نتیجه پژمرده شدن شبکه چشم و شبکوری توصیه می دهند. بهترین نتایج از رعایت کردن ریجه و استفاده غذاهای گوناگون زردالو به دست می آیند. کمخونی از نارسایی آهن مقدار آهن در ترکیب زردالوی تازه نسبتاً کم، اما در زردالوی خشک یعنی به صورت کشته خیلی بسیار است. مقدار پروویتامین A و آهن در ترکیب زردالو در مقایسه با مواد دارویی نسبتاً کم است. اما استفاده منظم این میوه با وجود کمی آهن و پروویتامین A در ترکیب آن نتیجه های نظر رس می دهند. بیماری پوست و پرده لعابی زردالو با سبب اینکه در ترکیب خود پروویتامین A دارد، قابلیت مقاومت بدن را در مقابل بیماری های سرایتی تقویت می کند. زردالو طبیبان ساحه بیماری های سرایتی هنگام گرفتاری به درد گلو، سینوسیت و اگزما توصیه می دهند. بیماری های عصب دکتر ولند به خاصیت زردالو در نگاه داشتن توازن سیستم عصب توجه نموده، استفاده آن را هنگام افسردگی، عصبانیت و به اشتهای توصیه داده است. این خاصیت های شفا بخشی زردالو را متخصصان به موجودیت میکرو عنصرهای گوناگون در ترکیب آن ربط دادند. طرز آماده کردن و استفاده 1. به صورت پخته و تازه 2. خشک کرده 3. کانسیرو شده یعنی نوشابه و یا مربا 4. استفاده غذاهای پرهیزی با رژه مخصوص در دوام 15 روز رعایه کرده می شود. باید هر روز نیم کیلوگرم زردالوی پخته، یعنی بهتر است همچون خوراک شام و غذای تنها استفاده کرده شود. یک جایه با زردالو استفاده نان نازک هم امکان پذیر است. زردالوی خشک در برابر لذیذ بودنش بدن را با پروویتامین های A که بیتاکراتینی فراوان دارد تامین می کند. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر. نامه نهم.
مالیه. سلام پسرم، رجای آموزشت چگونه است؟ آیا گرسنه نیستی؟ ما قرار دادیم این دفعه نه تنها نامه، این چونین یک بسته آذوقه‌واری فرستیم. در یک قوطی نه چندان کلان مربای آلوچه، گوشت بریان، کمی پنیر، نان گرم و مویز دوست داشته را غون داشتیم. در تحت آن باشد این نامه را نهادیم. باید اقرار شوم که من با مادرت هر روز درباره خوراکی تو فکر میکنیم. آیا یگان چیزی خوردنی داری؟ لباسی گرم میپوشی؟ طبیعت والدین چنین است. باید درباره فرزند پیوسته فکر نمایند. بهترش ما نیم گرسنه میگردیم تا اینکه تو خوری را نبینی. فردوس پسرم، من درباره پول با تو گپ میزنم. من میدونم که تو با فهم هستی و این نصیحت های مرا نه تنها میخونی بلکه اندرون قلبت جای میکنی. اگر تو درسی صرفه‌جویی و خودرتکنی را از خود نمایی، این سبق در آینده برایت برکت کلان می آورد. بسیاری از جوانان گمان میکنند که آنها در خرج پول صاحب اختیارند و هر چی که خواست دلشان هست میکنند. از لذت و خوشنودی های حیات استفاده برده در یک مدت کوتاه تمام پولشان را بدون ملاحظه خرج میکنند. من میخواهم که در چنین حالت ها تو تماما دیگر خیل رفتار نمایی. اسرافکاری در خوردن و آشامیدن، پوشیدن و استفاده بردن گناه است. ما گناهکار میشویم اگر ناعقلانه رفتار نماییم. خدای تعالی از این هوس‌های گذرنده زمینی دیده بهر ما مرتبه بلند و احسان بی اندازه عطا می نماید. زمانی که ما برای ترک کردن خواهش‌های خودبینانه خیش آماده می گردیم و تمام قدرت و هستی و نیروی خود را بهر عمل صالح روانه می سازیم. آنگاه نه تنها به ما بلکه به تمام بشریت برکت‌های الهی عطا می گردند. وقتی که من 12 ساله بودم علاقه از صرفه‌کاری آگاهی داشتم. من گرسنگی و کمبیزاعتی را دیدم. من می دانم با چی زحمت ها یک بردنان پیدا می شود. اما من کوشش می کردم که اسرافکار نباشم. در خود نیاز به عادت نیکی مهنت دوستی را حس می کردم و از آوان نورسی به مهنت رغبت داشتم. هرگز نمی خواهم که تو دست کم را بینی. پسرم، من صمیمانه خواهان آنم که تو صرفه‌جویی و استفاده عاقلانه پول را یاد گیری. حدالامکان می خواهم بر هر وسیله در مفکورات تأثیرات خود را رسانم تا اینکه تو درک کرده توانی اسرافکاری و خرج بی‌معنی پول برای چیزهای نالازم این گناه است. نفرانی که وقت خود را به دلخوشی می گذارانند نسبت عملهای نیک به اعتنایی ظاهر میکنند. از اهمیت نکوکاری در غفلت مانده اند. با ثروت با نگاهی نفرت‌آمیز نباید نظر اندازیم بلکه آن را چون عطای خداوند قبول سازیم که به ما همچون امانت گذاشته شده است. صرفه عاقلانه عطاهای خداوند در ما حسی خیرخواهی، کمک و سخاوتمندی را بلند برداشته اهمیت آن را در حیات نشان می دهد. هر یکی ما باید در خاطر داشته باشیم که خداوند نه برای دلخوشی و هوسهای یک لحظه اینه زمینی
به ما ثروت می دهد، بلکه ما آن را باید عاقلانه برای دستگیری و پیشروی بشریت استفاده بریم. در جهان اشخاص ثروتمند را با معامله مخصوص قدردانی می کنند، در حالتی که کمبغلان در نگاه ایشان ارزشی ندارند. من این را نغز می دانم. اما خصلت و معنویات ثروتمند را از معامله او به این امانت الهی دیدن ممکن است. با کردار خیش آنان نشان می دهند که سزاوار ثروت جاویدانه هستند یا نه. چی کمبغل و چی ثروتمند، هر یکی تقدیرساز خیشند. من ثروتمندان را محکوم کردنی نیستم. من هرگز ثروتمندی را گناه نمی شمارم و آن را سرچشمه تمام بدی ها نمی حسابم. برعکس، خداوند برای ما قوت بایگری جمع کردن را داده است. این مهارت عملی نیک است، اگر برای رشد نکوکاری مساعدت کند. ثروت در آن صورت بدی حساب می شود اگر قلب را مائل خود گرداند. او می تواند کس را گرفتار دام خویش گرداند. اگر آن را تنها برای آرام کردن نفس خود و چیزهای نالازم استفاده بریم، در آن صورت بایگری به لعنت مبدل می گردد. پول می تواند هم نیکی و هم بدی آورد. همه از خود تو وابسته است. فردوس، با این نامه من کمی پول نیز به تو می فرستم و آن را به خواست دلت برای رفع کمبودی خیش استفاده بر. هنگامی که دو سامان مصرف کردی، در خاطر داشته باش که سامان سیوم از آن تو نیست. آن به کسی تعلق دارد که نیازمند پول است. چون این شخص را تو به زودی پیدا میکنی. تنها خواهش داشته باش، چون این نفران خیلی و خیلی زیادند. در تمام گوشه و خیابانها آنها را پیدا کردن ممکن است. پسرم، اکثران مردم در زمین می افتند نسبت به دربازی که در روی بند می رود. التماس، هرگز پیش پا نخور. از همه گوهر نایاب خورشید است. خوشبختانه او برای همه رایگان می درخشد. با محبت صمیمانه، پدرت. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می‌توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت‌ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. وحی امید بخش. موضوع صحبتمان:
علامت ابدی وحی در زد و خوردهای زمان آخر می باشد. در روز ششم بعد از آفریده شدن آدم و حوا خداوند فرمود. هستی باب 2:1 و آسمان و زمین و تمام انبوه آنها انجام یافت. همگی 6 روز ایجاد و همه چیز آفریده شده است. در یک وقت کوتاه برای خداوند این هیچ مشکلی ندارد. اما روز ششم در واقعنامه آخرین آفرینش نیست. هستی باب 2:2-3 و خدا کارهای خود را که کرده بود تا روز هفتم انجام داد و در روز هفتم از همه کارهای خود که کرده بود آرام گرفت. خداوند استراحت کرد برای چی؟ خدا از کارهای کرده خود که در 6 روز به انجام رسانید قناعتمند بود. بعد خداوند یک چیز مخصوص را به انجام رسانید و خدا روز هفتم را برکت داد و آن را تقدیس نمود. زیرا که در آن آرام گرفت از همه کارهای خود که خداوند آفریده بود. روز هفتم روز شنبه که در پیدایش ما بیایی 3 چیز اساسی را دیده برایی که خداوند در روز ششم به انجام رسانید. 1. خدا آن را برکت داد. در کتاب مقدس آمده است خدا روز هفتم را برکت داد. خدا روز هفتم را برای تجدید معنوی قوم خود برای تمام زمانهای منبع به انتها گردانید. 2. خدا آن را تقدیس نمود. بعد خدا روز هفتم را برکت داد. خدا آن را همچون روزی مقدس جدا کرد. این وقتی غیر عادی می باشد که هر روز هفتم همیشه اول ما را پیدایش ما را یادآور می کند. 3. خدا در آن روز آرام گرفت. در کتاب مقدس گفته شده است که خدا روز یکم، سوم، پنجم یا یگان روز دیگر را به غیر از روز هفتم برکت داده باشد. اگر خدا چیزی را برکت دادنی باشد، آنگاه او آن را موافق نوشته در یک واقعنامه به طور همیشگی برکت می دهد. برکت دادن معنای به حضور خدا فرا گرفتن است. خداوند روز هفتم را برکت داد. آن را علامت ابدی ایجاد و محبت بی پایان خود گردانید. خداوند روز آرام گرفت. نه از برای آن که خسته شده بود، بلکه برای آن که می داند که ما می توانیم خسته شویم. خداوند روز هفتم را تقدیس و آن را برای مقصدهای مقدس جدا نمود. کلمه تقدیس نمودن را خداوند اینچنین در حادثه عقد نکاح وقتی که یک زن جدا می شود یا برای یک مرد تقدیس کرده می شود استفاده می کند. بیایید جوانی را مد نظر می گیریم که برای تشکیل خانواده آمادگی می گیرد. دختری را که جوان می خواهد به همسری انتخاب کند، باز 6 خواهری دیگر دارد. بعد از مراسم توی، شوهر در ماشین نشسته منتظر خانم خود می نشیند تا که به ماه عسل برود. یکی از خواهران عروس دویده می آید پیش ماشین. به داماد می گوید، می رویم؟ داماد با تعجب به او نگاه کرده می گوید، آخر من با تو ازدواج نکردم، بلکه به خواهر بزرگتری تو ازدواج کردم. دختر در جواب می گوید، چی فرق دارد؟ من یکی از خواهران می باشم. آیا در اینجا یگان فرقیت هست؟ البته، برای داماد فرق هست. وی آن را انتخاب نموده است که تقدیس گردیده است یا فقط برای او جدا شده است. زنها یک رقم نیستند. همچنان رازهای یک رقم وجود ندارد. شنبه از جانب خداوند 2300 سال پیش از بمیان آمدن یهودیان آفریده شده است. آن در باغ عدن بنخستین والدین ما آدم و حوا داده شد. وقتی که آدم و حوا باغ عدن را ترک نمودند، شنبه چون خاطره از محبت ابدی خدا باقی مانده است. در دوام عهد قدیم و عهد جدید، شنبه چون علامات بین خداوند و قوم او باقی مانده است.
قوم اسرائیل تا زمانی که در کوه سینا خداوند به آنها 10 احکام را داد، روز شنبه را مقدس می شماریدند. در باب 16 کتاب خروج واقعه عجایب در خصوص چی طور فرو افتادنمان را می خوانیم. خداوند فرمود: شش روز آن را بچینید و روز هفتم شنبه است. آن در روز هفتم نخواهد بود. خداوند برای اسرائیل معجزه های بزرگ به عمل آورد. خدا به نیازهای آنها جواب داد و به آنها از آسمان نان فرستاد. این نان یا من هر روز به غیر از روز شنبه فرو می ریخت. اگر اسرائیلیان زیاده از آن روز که خورده بتوانند جمع می آوردند، من برای خوردن بیقرار بودم. وقتی که بعضی از اسرائیلیان برای چیدن من بیرون می شدند، خداوند فرمود: خروج باب 16:28. تا به کی از رعایت کردن احکام و دستورهای من روی می گردانید؟ در کوه سینا خداوند در لوحه های سنگین با انگشت خود احکام را درباره شنبه نوشت. خداوند احکام را در ریگزار ننوشت که می توانست آنها را آب شسته ببرد. خدا آنها را در کاغذ که قابل سوخت است یا از کار برایت ننوشت. خداوند آنها را در سنگ نوشت تا که شریعت ابدا موجود باشد. خداوند حتی این را باور کرده به عیسی نسپرد. خداوند باور کرده نوشتن احکام را به هیچ یک از پیامبران خود نسپارید. اجازه بدهید تا که به شما سوالی بدهم. اگر در کتاب مقدس شریعت تنها نوشته شده باشد که با انگشت خدا حک شده است و اگر خدا آن را در سنگ نوشته باشد، مگر ما می توانیم به شریعت که از جانب خود خداوند نوشته شده به اعتنایی نشان دهیم و آن را رعایت نکنیم؟ در کتاب مقدس آمده است: خروج باب 20:8-11، روز شنبه را به خاطر بسپار تا که از آن تقدیس نماییم. ما فقط آن چیز را تقدیس کرده می توانیم که آن را خداوند تقدیس کرده باشد. آدمیزاد هیچ یک چیز را مقدس کرده نمی تواند، زیرا خود او گناهکار است. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.